مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی جمعه شب در گرد همایی بزرگ مبلغان دینی که در بیت مرجعیت در شهر مقدس قم ایراد شد، بر افزایش تلاش شیعیان اهل بیت علیهم السلام در سراسر جهان برای احیای شعائر مقدس حسینی و تبلیغ این مناسبت حزن‌انگیز تأکید کردند. همکارم در گزارش خود به مهمترین بخش‌های فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی اشاره نموده که با هم می‌بینیم. آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی جمعه شب در گرد همایی بزرگ مبلغان دینی در آستانه ماه محرم بر احیای شعائر حسینی تأکید و خواستار تسهیل در مشارکت زائران در زیارت اربعین شدند. معظم الله اهتمام به فراگیر نمودن پیام عاشورا و گسترش شعائر حسینی را به عنوان یک وظیفه شرعی و اخلاقی برشمردند که به هیچ وجه نباید از آن غفلت نمود. ایشان با اشاره به اینکه هر اقدامی که مردم آن را تکریم و تجلیل از امام حسین علیه السلام می دانند جزء شعائر حسینی است، طرح این موضوع را امر غیر قابل قبول برشمرده و از همگان خواستند تا نسبت به این امر توجه ویژه‌ای نموده و نقش مؤثر و مثبتی در حمایت و پشتیبانی از شعائر حسینی داشته باشند. آیت الله العظمی شیرازی در این حال هشدار دادند که عدم توجه به شعائر حسینی و سستی نمودن در ابلاغ سیره امام حسین علیه السلام به جهانیان می تواند به منزله خذلان نسبت به آرمانهای حسینی تلقی شود. معظم الله در ادامه فرمودند واژه خذلان به معنای یاری نکردن در صورت توانایی بر انجام آن است، و به اصطلاح علما این جریان یک قضیه حقیقی است و در لحظه تولد امام حسین علیه السلام که کسی به آن حضرت ظلم نکرده بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درخواست نفرین کرده و فرمودند اللهم خذل من خذله. این نفرین در روز قدیر نیز در حق امیر مؤمنان علیه السلام از سوی رسول خدا صادر شد، اما در آن روز دعا بر نفرین مقدم شد و فرمودند اللهم منصور من نصره و خذل من خذله. ایشان با اشاره به این نکته که این نفرین در طول تاریخ جریان یافته و تا روز عاشورا و تا قیامت ادامه دارد فرمودند هرگاه چنین اتفاقی رخ دهد نفرین پیامبر صلی الله علیه و آله جریان می‌یابد و خذلانی که از سوی خدای متعال صادر شود نه تنها شامل دنیا بلکه شامل آخرت نیز می شود و امروزه باید مصادیق یاری نکردن امام حسین علیه السلام و ترک آن را تشخیص دهیم و در برابر آن موضع صحیح اتخاذ کنیم. آیت الله العظمی شیرازی در ادامه تأکید فرمودند گرامی داشتن تمام انواع شعائر مقدس امام حسین علیه السلام در روزگار ما مصداق یاری رساندن به آن حضرت علیه السلام است که نباید در قبال آن کوتاهی صورت گیرد و هر چیزی که عرفاً تجلیل و تعظیم آن حضرت باشد از شعائر ایشان است و لزومی هم ندارد که در زمان معصومان علیه السلام وجود داشته باشد. معظم الله تصریح کردند انتقال معارف و آموزه های اهل بیت علیهم السلام به جهانیان وظیفه ایست که بر عهده همه افراد مکلف است و هر کس به اندازه توانایی و ظرفیت خود با توجه به اینکه این مسئله واجب کفایی است نسبت به انجام آن تمام تلاش خیش را به کار گیرد. ایشان در رابطه با مصادیق خذلان نسبت به امام حسین علیه السلام فرمودند از جمله موارد خذلان حضرت سید الشهدا خذلان فرهنگی است، به این معنا که سیره آن حضرت باید به دنیا برسد و این کار را از طرق مختلفی همچون فضای مجازی، نشریه‌ها و ابزارهای موجود از جمله رسانه‌های مدرن و شبکه‌های اجتماعی نسبت به انجام آن اهتمام ورزید. آیت الله العظمی شیرازی با تأکید برپایی مراسم جشن و سرور برای اهل بیت علاوه بر مراسم عزاداری فرمودند فرهنگ اهل بیت علیهم السلام تنها شامل عزاداری نمی شود و باید ایام شادی و سرور آنان نیز گرامی داشته شود. غدیر و عاشورا دوبال اسلام است. غدیر نماد تولا و عاشورا نماد تبرا از دشمنان اهل بیت علیهم السلام است که باید به هر دوی آنها بها داده شود.
معظم الله در پایان سخنان خود خواستار اتخاذ تمامی تدابیر لازم برای سهولت حضور زائران در زیارت اربعین حسینی از سراسر جهان شدند و ابراز امیدواری کردند که این زیارت نسبت به سالهای قبل با شکوه و موفقیت بیشتری برگزار شود.